سلام پنجشنبه چهارده آذر 92 5 دسامبر 2013 میلادی در برد ش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه که چهار شهروند عرب خوزستانی بدون اینکه به خانواده یا وکیلشون اطلاع داده بشه اعدام شدند قاضی عباسی، عبدالرزا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه چهار زندانی بودند که به مدت ها پیش با شکنجه از اونها اعتراف گرفتن همه تک تکذیب کردن که کار مسلحانه کردند اما هیچکس به اعتراضات اونها گوش نکرد و سرانجام اعدام شدن گزارش ها حاکیز که در منطقه شادگان بعد از انتشار خبر اعدام این چهار شهروند خوزستانی ناآرامی ها و اعتراضاتی آغاز شد 23 زندانی سیاسی در زندان های رجای شهر قزلحصار و ارومیه دست به یک اعتصاب غذای یک روزه در اعتراض به موج اعدام در زندان زد محمد حسن یوسف یوسف پور سیفی چهاردهمین روز اعتصاب غذای خودش رو پشت سر گذاشته خواسته او این است که برای درمان به درب بیمارستان منتقل بشه دیروز صبح مسئولین بند دو دی از مسئولین دستگاه غذایی به بند دوی زندان قزل حصار کرج رفتند و به صد زندانی عادی که دست به اعتصاب غذا زده بودند وعده دادند که خواسته اونها برآورده میشه و دادرسی اونها تجدید خواهد شد و پرونده های اعدام اونها مورد بازنگری قرار میگیره و به این ترتیب زندانیان هم اعتصاب غذای خودشون رو پایان دادند آقای خطیبی که از فعالین ستاد آقای روحانی بوده سمد خطیبی ده روزه که بازداشت شده و از سرنوشته او هیچ اطلاعی در دست نیست خانواده حسین رونقی ملکی هم برای چندمین بار دوباره مطرح کردند که ما به چه زبانی بگوییم جان حسین در خطره نامه های متعددی که این خانواده نگران به مقامات کشور از جمله آقای روحانی نوشتن تا کنون تأثیری نداشته و حسین رونقی که کلیه های خودش رو زیر شکنجه از دست داده و با انواع اقسام مشکلات دست و پنجه نرم میکنه کماکان در بیمارستان وزیر کشور اعلام کرده که گشت ارشاد نباید به بیمارستان ها فرودگاه ها مراکز فرهنگی و فروشگاه های بزرگ و دانشگاه ها وارد بشه امیدواریم که حرف آقای وزیر کشور درست از آب در بیاد دادگاهی در سنندج گورستان بهایان رو هم مصادره کرده گورستانی که زمین اون رو از سال 73 شهرداری داده بوده تا بهایان مردگان خودشون رو دفن بکنن معاون دادستان کرمان هم تایید کرده که 16 نفر توسط اطلاعات سپاه در ارتباط با جرائم سایبری در استان بازداشت شدن سایت نارنجی رو قبلا گفته بود که 7 نفر از فعالین این سایت بازداشت شدن اما نه نفر دیگه معلوم نیست در چه ارتباطی بازداشت شد. نکته دوم اینکه 250 کارگر کاشی تبریز کف 28 ماهی که حقوق نگرفتن و از تیر ماه گذشتم کارفرما حق بیمه اونها رو نداده و کتابچه بیمه هاشون هم تمدید نشد. پرونده 84 صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی هم منتشر شده من هنوز متن کامل رو نرسیدم همه رو بخونم و در ارقامش دقت کنم ببینم ارقام کلان کجاست اعداد بزرگی که از سازمان تأمین سوء استفاده شده و یک سرش در بیت رهبری است یک سرش در دولت احمدی نژاده اما خلاصه اخباری که آمده حاکی است که بزل و بخشش در این سازمان بیداد می کرده به مدیران خودشون شواد متوسط نفری 120 میلیون تومان پاداش دادند و به معاون احمدی نژاد آقای رحیمی معاون اول شورای اسلامی معاون اجتماعی 50 و 100 میلیون تومان هدیه دادن به عباسی سرپرست وزارت کار 100 میلیون تومان به الله شیرمردی مسئول سرپرست نماز جمعه تهران هم 10 میلیون تومان و به 37 نماینده مجلس هم مجموعا 130 میلیون تومن از کیسه سازمان تأمین دادن که البته اسامی این نمایندگان از توی گزارش ظاهرا بیرون آورده شده به هر صورت باید گزارش تفصیلی رو نگاه کرد و دنبال اعداد بزرگ بسیار بسیار بزرگتر از این اعداد گشت اگر البته از گزارش بیرون نیاورده باشه نکته سوم این که رئیس انجمن علمی جنگلبانی عنوان کرده که در پنجاه هزار هکتار از جنگل های شمال یک بیماری قارچی به جان شمشادهای های جنگلی افتاده که ظرف چند روز تا چند هفته اونها رو خوش میکنه و در حال انقراض هستند. مدیر طرح ملی حفاظت از زاگروس هم عنوان کرده که در چهار سال گذشته یک میلیون هکتار از عراضی جنگل های زاگروس نابود شده و ادامه این وضع باعث خواهد شد در فقط پنج سال آینده تمام این منطقه بیابان بشه نکته چهارم اینکه آقای یونسی وزیر اسبق اطلاعات و مشاور امور اقوام و اقلیت های آقای روحانی اعلام کرد که تاکنون نتوانسته ایم که وزارتخانه یا یک استانداری رو به اقلیت ها بدیم. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم جواب خوبی به آقای احمدی نژاد داده و گفته که در مورد احمدی نژاد که دعوت به مناظره کرده بود گفته دولت وقت این حرف ها رو نداره آماری هم که آقای روحانی داده مستند به مرکز آمار ایرانه که رئیسش منصوب خود آقای احمدی نژاد بوده آقای عادل رئیس مرکز آمار هم دوباره تاکید کرده که آمار مست... مورد استناد آقای روحانی درست و علمی است و حرف احمدی نژاد پایه‌ای نداره کریمی قدوسی همون نماینده ای که ان رو ام نوشته بود عنوان کرده طرحی داریم که دولت نباید اعضای احزاب منحله رو به کار بگیره مشخصا مرادشون احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی است و به هر قیمت میخوان بلکه راه اصلاح طلبان رو به حکومت و دولت ببندد. 170 نماینده سوی دیگه نامهای رو امضا کردند و بابت توفرنامه نامه ژنو به دولت تبریک گفتند و از این کار استقبال کردند تیم کاراته دختران ایران در فینال مسابقات آسیایی در دوبی به دلیل اعتراض اماراتی ها به لباسشون و یقه اونها که گفتن استاندارد کاراته نیست در فینال حذف شدند تیمی که بدون باخت به فینال رسیده بود و دوبی با این ترفند در فینال جلوی قزاقستان قرار گرفت و با پیروزی بر اونها قهرمان آسیا شد نکته پنجم اینکه آقای زنگنه وزیر نفت دیروز در وین در حاشیه اجلاس اوپک اعلام کرد که هفت شرکت پنج شرکت اروپایی و دو شرکت نفتی امریکایی اعلام آمادگی کردند که اگر تحریم ها برداشته بشه به پروژه های نفت و گاز ایران بیان البته یک مقام غربی گفته که برداشتن تحریم ها حد اقل بین 18 تا 24 ماه طول میکشه ضمن آقای زنگنه در اجلاس اوپک گفته که ما به محض اینکه تحریم ها برداشته بشه به 4 میلیون بشکه تولید نفت تولید در روز می‌رسیم و برای ایران باید جا باز کنید. جای ایران رو کشورهای دیگه مثل عراق و عربستان و کویت و دیگران گرفتن. روزنامه اوال استریت جورنال مقاله ای رو که به قلم مشترک آقای هنری کیسینجر و جورج شولز دو وزیر خارجه اسبق امریکا نوشته شده چاپ کرده که در این مقاله این دو مقامه اسبق گفتند که امریکا باید غنیسازی محدود ولی به شدت تحت کنترل رو به ایران اجازه بده ولی هدف اصلی باید حذف بخش های استراتژیک و زیر ساخته اتمی ایران باشه خانم وندی شرمن معاون وزارت خارجه امریکا هم در مصاحبه با پی بی اس امریکا تقریبا عین همین حرف رو زده گفته آمریکا آماده است مذاکره کنه بابت غنیسازی محدود ولی بخش های زیادی از زیر ساخت های هسته ای ایران باید از بین بره خانم شرمن دیروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس نمایندگان امریکا هم شرکت کرد پشت درهای بسته ولی بعد از جلسه چند تن از نمایندگان مجلس نمایندگان از هر دو حزب بشدت به شدت به توافق ژنو و وزاد خارجه امریکا حمله کردند بابت این قرار داد اما خانم سوزان رایس مشاور امنیت ملی آقای اوباما هم عنوان کرد که حقوق بشر کماکان در اولویت امریکاست و اعلام کرد که تحریم های امریکا در خصوص ناقضین حقوق بشر در ایران به جای خودش باقی میماند اما نکته آخر این که جناب آقای نقدی فرمودند که رأی مردم در آمریکا هیچ نقشی نداره اندکی سر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی